بسم الله الرحمن الرحيم. صادقین اون کسانی هستند که هم در مقام بندگی هستند و اگر با خدای متعال قرار بستند که عهد بستند که از عبودیت خارج نشوند، لحظه ای از عبادت خدا غافل نیستند، از مقام اخلاص جدا نیستند. علاوه بر اون با خدای متعال عهد بستن که دیگران رو هم تطهیر کنن و به وادی اخلاص برسانن. خدای متعال به ما میفرماید که شما اگر میخواهید بر مدار تقوا عمل کنید با اینها همراه باشید. این نکته اول در باب صادقین. نکته دوم این که این همراهی با صادقین، نقطه مقابلش اینه که انسان همراهی با کسانی داشته باشد که اونا در مقام عهد بندگی صادق نیستند. اگر با خدا قرار بستند الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، تو این عهد راستگو نیستند، با اونها همراه نشید. اگر میخواید بر مدار تقوا عمل بکنید همراه اونهایی که با خدا صادق نیستن نباشید، و الا شما رو هم از مدار صدق بیرون میبرن. پس این معیت با صادقین در مقابل معیت با اون دشمنانی است که اونها صادق در عهد بندگی نیستن، صادق در خدمت به بندگان خدا نیستن. همه مدعیان، ابلیس هم مدعی است، اولیاء طاغوت هم مدعیان. الان هم میبینید پرچم داران کفر و استکبار در عالم که عالم با آتش کشیدن، همه مدعی منافع بشرند. این جنگ اول و دوم جهانی که راه انداختن که واقعا روی همه چنگیزها رو سفید کردن، 10 میلیون کشته داشته. فقط تو ایران ما در دوران جنگ اول، اینطوری که آمارهای رسمی به دست میاد، 7 میلیون تلفات نفوس به خاطر قحطی ناشی از جنگ داشتیم فقط تو ایران. یعنی آمار ما قبل از جنگ 19 میلیون بوده، بعد جنگ 12 میلیون. اینایی که این جنگ ها رو راه میندازن میگن ما دنبال سعادت بشریم. اونایی که بمب در هیروشیما منفجر کردن، اونا میگن ما میخواستیم جنگ به پایان برسه و تأمین سعادت و امنیت برای جامعه بشری بکنیم. هیچ کسی نمیگه ما دنبال منافع خودمون هستیم. اونایی که در عهد بندگی با خدای متعال صادقن، اونایی که در عهد دستگیری از بندگان خدا که با خدا بستن صادقن، شما سعی کنید اونها رو پیدا کنید و با اونا همراه بشید، با دیگران همراه نشید. اونا شما رو از مسیر تقوای الهی دور میکنن. لذا این صادقین در روایات دیدید تفسیر به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام شده که صادق با خدای متعالن، عبد مطلقن و در مقام شفاعت هم صادقن. یعنی اگر قول دادن بندگان خدا رو بیارن و برسونن، با همه وجود این کار رو انجام میدن. بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله، خون دلشون رو میدن که بندگان خدا رو از سردرگمی و جهالت و غفلت و شرک نجات بدهند. این روایت رو، این بیان رو مرحوم سید طاووس در لحوف نقل کردن، دیگران هم نقل کردن که وقتی سید الشهدا از مدینه نیمه شب خارج شدن، بیعت نکردن با عرض کنم والی مدینه، حاضر نشدن با یزید بیعت کنن، به سمت مکه خارج شدن، سران جن آمدن که شما برگردید، ما میریم کار رو تمام میکنیم. حضرت فرمود اگه بنا باشه از مسیر غیر عادی کار پیش بره، من خودم از شما تواناتر هستم، من بعد این راه رو برم به شهادت برسم و من پناهگاه مؤمنین هستم. این شهادت مؤمنین رو نجات میده. پس ببینید این صادقین یعنی این. اما معیت هم عرض کردیم، یعنی با صادقین باشید، یعنی با دیگران نباشید. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته.